سلام بچه‌ها، خوش اومدیم به یه قسمت دیگه از آرکان کوست فاونتین. اینم شما و اینم اکت سوم. امیدوارم که ازش بی نهایت لذت دارین، گرچه اسپول که نمیخوام بکنم ولی موارد اصلی توی اکتای بعدیه، ولی خب اینجا هم کلی چیزای خوب قراره بهتون ارائه بدیم و حالشو ببریم. بالاخره داستان پرونده قاتل سریالی واشر سرسیلن رو هم بسته شد و رفتیم پاسون هتل اسپینه کپه مبارک رو پند کنیم. ویکی بریم داستان رو هم شروع کنیم یا نه؟ مگه انتخاب دیگه ای هم دارم؟ بریم. آره نبودن انتخاب دومت. پس منو محو کنید. خب پس حتما تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. ناویا بهمون گفته بود هر وقت دنبال جای خواب بودیم غممون نباشه، چون بانو همه چی توی پرپاچش داره: توپ، تانک، تفنگ، اجاق، سیار، آفتابه، سیخ، سنجاق، مکان، بله آره همه چی خلاصه داره. یعنی بالاخره بعد از این همه بلا نسبت خرمالی و سگ دو زدن ترولی استراحتش نشه؟ نخیر، فکری میتونین استراحت کنین؟ نه، تا اینجا آرکان کوست فهمیدین که اینجا اونجا نیست. یه خانم سرکلش پیدا میشه و میگه ترولر جونه بیا این هندونه ها رو بگیر بزن یکم سست بشه تا راحت تر سواری بگیرم ازت. بعد از خاروندن پادشاه مبارکمون گفت خب دیگه اومدم بگم حضرت نوبیلت احضارت کرده. ترولر بال در آورد و با اشتیاق تا خود دفتر حاج آقا نوبیلت عین بلنسوت همتون اسب یورت مرفت. آقا نیوشا میگه من به شخص لازمی تا پیش نوبیلت سینه خیز میرم و کفی کفشه پاشنه بلندش لیست. نیوشا داره دست گلچهره رو از پشت میبنده. ببین حالا اینجا کلاغا بهم رسونه یه قسمت اولشو نیوشا خودش نوشته، بقیهش گلچهره نوشته. خوب وارد دفتر آقا میشیم و آقا خوش آمد میگه به همون، میپرسه که از استراحتمون لذت بردیم. همچنان اضافه کرده که نیوشا استراحت بدون شما چه لذتی داره. خب ها کمک منو با این سیمپا بکشین. این قسمت خودت هم قرار سیمپا رو در بیاری، حرف نزن. من چرا؟ تو چرا؟ من برای کی؟ برای کی؟ هو کپش کی رو لیست میزنی؟ من نمیدونم. من هیچکی. بایستا صفحه بعدی میبینیمت. نوبیلت میره سر اصل مطلب، میگه ما اومدیم یکی از هاربنجرها رو کردیم تو گونی، الان یکی دیگه شون داره محل کار ما رو انگولک میکنه و میخواد منو ببینه. این هاربنجرها هم مثل مورچه، وقتی میکشیشون بیشتر میشن، بیا یه کمکی بکن. فلشبک داریم به اتفاقات قبل از رسیدن به محضر داف دریایی. نوبیلت و فورنو برمیره پدران نیو اومده که چایلد رو جمع کنه برای خونه شون، درخواست ملاقات با آرکان هایدرو رو کرده. ای خب فورنه هم گفت خب دشواره نداریم که با هم میره ملاقات پدرجان ببینیم حرف حسابشه. پدرجان دیدید ناکن حتی اینا هم بهش احترام میذارن. حاج آقا نوویلتیان هم دکمه فورنه رو با کار دارم دادگاه دارم سرم شلوغ زد. فورنه هم اچ پیش ریخ رفت رو مود ناراحتی که نه من بدون تو هرگز نمیتونم داش، تو رو خدا تو حتما باید باش، اگه نه برات آب معدنی گازدار نمیگیرم، صادر نمیکنم از مانست برات بیارن. تو مانست میدونه که آب معدنی گازدار دارن دیگه. نوبیلت هم وا میده که ای بابا حالا چون برام آب معدنی گازدار از مانست تا اینجا میاری، چون خیلی مسیر طولانیه. اوف مادر هیچی فادر فلان بیا مادر یتیمان بشم. آره ببینید خیلی یکم مترجمامون جدیدن بیادب شدن، من یه جاهایی رو نمیخونم براتون بچه ببخشید. از وجنات سخت پدر مشخصه که اومده که رنگ قهوه‌ای بپاشه به هیکل فورینا، ولی محترمانه این کار رو انجام میده. آقا اینا میشینن دوره یه جلسه آرلکینو همچین میاد برمیگرده میگه حقیقتاً من ترجیح میدم ملاقات امروزمون به عنوان یک مهمانی چای دور همی در نظر گرفته بشه، نه یک دیدار دیپلماتیک. مگه نه بانو فورینا؟ فورینا هم که با دوتا کیکی که آرلکینا آورده بود واده بود و گول مالیده شده بود سرش گفت ولی صحیح مهمونی چای داریم، دسر هم که شما آوردی. به به بعدش هم بحث زارت جدی شد. آرلکینا یه نگاه چپ کرد به فورینا، ادامه داد اجازه بدید اول از هر دوتون تشکر کنم،
من اکثراً به خاطر موضوعات کاری در حال سفرم. شنیدم که در نبود من به خوبی از بچه هام در هاوس آف ده هارت مراقبت کردید. فورن هم که همچون شلوارش قهوه شده بود، این همین پارتنرهایی که یه اون موچشون وسط خیانت میگیرن، اومد به یه که تو رو سلستیا بذار توضیح بدم که آرلکینو گفت. البته که درباره تهمت شما به لینی و لینت صحبت نمی کنم. بچه های هاوس آف ده هارت اکثر اوقات به خاطر فاتوی بودنشون مورد سوء تفاهم قرار میگیرن. متاسفانه اتفاق اجتناب ناپذیریه. همه ی حرف من اینه که این اواخر همه چیز در فانتین به خوبی پیش رفته و مردم در آسایش بودن. طبیعتاً هیچ کس دوست نداره تا این نظم و آسایش رو به هم بزنه. نویلت برگشت گفت: اینطور که متوجه شدم شما برای صحبت در رابطه با موضوع پیش اومده درباره چایلد اینجایید، درست میگم؟ کاملا حق با شماست. اینطور که به نظر میاد قاضی پرمشغلهی مثل شما وقت برای هدر دادن روی تعارفات سیاستمدارهای مثل ما نداره. پس میرم سر اصل مطلب. حق با شماست. درک بهتر از موقعیت چایلد قطعا یکی از اهداف اصلی این دیداره. از اونجایی که ما نه تنها هر دو سفیرهای سنجنایا هستیم، بلکه هر دو برای مدت قابل توجهی هاربنجر و همکار هم بودیم. پس به تب وکالت ایشون به گردن منه. من به عنوان سفیر سنجنایا خواستارم تا چایلد رو به من بسپارید تا به سنجنایا برگردونم و اونجا در دادگاه به اتهاماتش رسیدگی کنیم. قوانین مرتبط با نمایندگان حقوقی فقط تا قبل از ارائه رأی دادگاه میتونن تغییر کنن. اگر رأی صادر بشه پرونده از دیدگاه ما بسته شده است. در کمال تأسف عذرخواهی میکنم که نمیتونم به درخواستتون پاسخ بدم. من همونقدر که برای شما احترام قائلم به قوانین فانتین اهمیت میدم. حالا که قوانین میگه نمیتونیم چایلد رو با خودمون ببریم، پس اجازه بدید برای دیدن وضعیتش به فورتس آف مرپی برم و شخصا حالش رو جویا بشم. فکر میکنم حداقل تا این حد در توان شما هست، درست میگم بانو فورینا؟ فورینا به دلیل به چالش کشیده شدن حیطه اختیاراتش و جذبه پدر احساس درموندگی میکرد. واسه همین دست به شاخکای نویلت مرد برای جوابی چیزی. نویلت هم با همون لحن بی تفاوت و مؤدبانش توضیح داد: فورترس آف مرپید همیشه یک سیستم خود مختار به حساب میومد و قانون هیچ اجازهی برای دخالت در فورترس رو نداره. حتی روابط دیپلماتیک هم نمیتونن اجازه دخالت قانون در امور فورترس رو بدن. اما اگر خیلی اصرار دارید تا جویه حال آقای چایلد بشید، میتونم پیشنهادی رو بهتون ارائه بدم. خب نتیجه دیدار این سه بزرگوار میشه حمالی بیشتر برای تراولر. نوفلس به تراولر میگه حالا که شما غریبه نیستین، راستش از چایلد خبری نداریم توی زندان. انگار آب شده رفته زیر زمین. اول فکر کردم پریزون بریک کرده، ولی دیدم نه، این که مثل مایکل سکافیلد تتومتو نداشته. بیرون هم کسی کله نارنجیش رو ندیده، پس اون احتمال هم کنکله. خلاصه باید بفهمیم چه بلایی سرش اومده. اگه اتفاق براش افتاده باشه پدر تومونمونو سر در دادگاه پرچم میکنم. نوویلت در نهایت از تراولر میخواست که بلند شه بره توی زندان ببینه چه بلایی سر چارلد اومده، چون با هم آشناییم ناسلامتی. و اینکه فورترس فقط یه زندان نیست و حتی خود قاضی بلند مرتبه و پرنسس قشنگمون هم نمیتونه پاشه همینطوری بذاره اونجا و بره سرکشی. طبق قانون فانتین مجرمین به جای زندانی شدن تبعید میشن و فورترس یک زندان نیست، بلکه محلی مستقل از قانون فانتین برای جمع‌آوری افراد تبعیدیه. فانتین به فورترس نگهبان میفرسته تا امنیتش رو تامین کنه، ولی به هیچ عنوان حق دخالت در امور فورترس به قانون داده نمیشه. نوویلا در ادامه خاطر نشان میکنه که حالا درسته که با رئیس و همه کاره فورترس روابط غیر کاری دارم، ولی باز هم نه من و نه دادگاه حق دخالت در تحقیقات توی فورترس رو ندارن. خود نوویلا داره میگه من و رایزلی شما همه. بعد یه سری ها میان آهوپیف میکنن. نوچ نوچ نوچ. چه وضعشه؟ بابا ولم کنن دیگه. من آهوپیف نمیکنم، ولی این شیپ سازی ها تا کجا؟ تراولر هم اصلا میگه مگه میتونه به همچین موجود قشنگ و ناناس و حلو و اصلی نبگه؟ بابا ای کیه؟
بعد فقط یه نکته ای رو بذار من اینجا در رو نکته این متن رو بخونم براتون. اصلو با عین و سه نقطه نوشتن اینجا برای ما. اصلی یعنی با اینجوری بخونی. اصلی نه بگم کمک واقعا. یه بار دیگه بگو اصل بچه‌ها یاد بگیرن. فینجم میشه خود بگو. اصل لامصب اصل. رمان از در کنجکاوی این که ببینه رقیب عشقیش کی. داداشمی با کله قبول کن. یعنی چی رقیب عشقیش کیه؟ حالا ادامهش رو بخون یا خدا. با کله قبول میکنه میگه حبستم میکشم اجدر نوبیلت. ناکن بد خوندی، بذار اینجاشو من برای بچه ها یه بار دیگه بخونم. لاتولوت شو ترابه دارم. اصلا میگه مگه میتونه به همچین موجود قشنگ و ناناس و هولو اصلی نبگه. ترابلر از سر کنجکاوی اینکه بین رقیب عشقش کیه با کله قبول میکنه میگه حبستم میکشم اجدر نوبیلت. یاد گرفتی اینجوری این کاره یا چقدر تجربه داشتی؟ چاکه زیاد. خب حبس چند نفره کشیدی؟ و نوبیلت ترابلر رو با یه جرم علکی تبعید میکنه به زندان، ولی قبلش یه دونه کیک میده که بیا اینو به نشونه سپاس و قدردانی من از زحماتت بگیر تا بعد از آزاد شدنت از جیب خزانه بهت پریمو بدیم، و میگه که برو از روز آخر آزادی لذت ببر. روز بعد میریم پشت. ببین شاید باورت نشه، من انقدر از زمانی که رفتم تو این زندان و هر روز تو اون زندان سگ دو زدم توی آرکان کوست کوفتی، چون من کل داستانا رو اسکیپ میکنم، هیچ وقت نفهمیدم چی شد که رفتم زندان. حالت خوب آرکان کوست چی رو اسکیپ الان میکنی؟ به من همه چی رو اسکیپ میکنم، من فقط سریع میام انجام میدم تموم شه برسم به ابیس و اینا. میدونی اینا واسه من چالش نیستن. آرکان کوست که چالش نیستش، آرکان کوست تو گذاشتن لذت ببری داستانو. من داریم لذت میبریم دیگه. لورو کردی تو روز بعد میریم پشت اوپرای پیکلس، در دروازه بیرونی فورترس، و زیباروی بلند قامتمون هم اونجاست تا بدرقمون کنه. نوبیلت که نگران ما بریم اونجا یه دل نه صد دل عاشق اون شخص حجیم و زخیمی که باهاش پرسونال ریلیشنشیپ داره بشیم، بهمون توصیه میکنه که زیاد دروبر رایزلی نپلکیم، چون انگار سیستم اطلاعاتیش قویه و همه جا چشم داره. یهو میبینی میفهمه ما توته کردیم، اون وقته که خر بیارو باقالی ببر. بعد از خدافزی با آسانسور همراه با یه سرباز میریم پایین. بعد این آسانسور رو یادم، حقیقتا من میگفتم چرا نمیرسه چرا نمیرسه. سرباز خانم میره پرونده ما رو به یکی خانم دیگه تحویل میده، خانم شیرخا، نه اشتباه شد، خانم منشی، که انگار خیلی وقت نور خورشید بهشون نخورده. با یه صدایی که انگار از ته چا در میاد با سیس این دختر دفتری های بیعصا میپرسی که آیا جرم شما خوردن کیک آرکان هایت بودی؟ چرا 5 روز حبس بکشین؟ فهمیدی که نوبلت گولم اومده و به جای حبس چشاش اومدیم حبس کیک فورینا رو بکشیم. آها با اوه افسوس تایید کردیم که آره آره ما همچین غلطی کردیم، و با استایل ترامتور ماکشاتمون رو گرفتیم و 3 در 4مون رو زدن رو پروندمون. نیوشا اینجا داره میفهمند که وقتی کل دنیا رو 600 بار توی آرکان کوست نجات میدی، ولی در انتها میفتی زندان. 4 دونه کیک نخوده. گل چهرم اینجا اضافه کرده که زندگی کسافتی خواهرم. میبینی والا. در انتها که همه کارا تموم شد، خانمه ما رو تحویل یه آقایی میده که اعصاب نداره. این آقایی توضیح میده که اینجا مورا معنی نداره. همه از کردیت کوپونز استفاده میکنن. کوپون ها اینجا به هیچ کی از اول داده نمیشه. طرف باید مثل سگ کار کنه. از باسن مایه بذاره تا بهش کوپون بدن. فهمیدی؟ یه نکته جالب، من طبق مطالعات به این نتیجه رسیدم که سیستم کوپون فورتس در واقع ایده و طرح هنتالونی هاربنجر نهم بوده. خب بعد 600 ساعت آسانسور سواری بین طبقات ها، همین جاها بود که من میگفتم خدای تموم شد دیگه. یه طبقه مونده به هسته مرکزی تیبت، آقای ما رو ول میکنه وسط زندان و بعد از جلینگ 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 جلین راه رفتن یه آقای قد بلند با باسن بزرگ و سینه‌های عریض و چشمای وحشی میاد. نیوشا میگه کامنت که... نیوشا رو میخون، میتونیم نخونیم نولش کن، اجازه بده نخونیم. گل چهرم دوباره گفت که مال منو چیز آره خیلی مهم نیست. رایزلی گفت، حالا توی پرانتز توصیفاتی که بچه‌ها از رایزلی کردن خیلی قشنگه، مؤدب و گشاده رو، قوی و باوقار، ولی نه رسمی مثل نوبل. اینا رو رایزلی ENTJ آره مرسی، برام اهمیتی نداره. نه بلان بدون، هم تایپ من.
میام همچنان روزی ولی تکرار کنم. میدونستی برام اهمیتی نداره؟ میدونستی برام اهمیتی نداره که برات اهمیتی نداره؟ خب پس لطفاً بیا به اهمیت ندادن‌های همدیگه اهمیت بدیم و بیخیال این قضیه. فهمیدم که از دوستای موسی و نویلتین. اومدم شخصاً استقبالتون. این مثل سگ داره دروغ میگه، مثل سگ حسودی شده. نویلت تحویلمو میگیره. پایمانم گفت: "خاک عالم." قرار بود برش گوگل ترنسلیت رو بیارم براشون یا نه؟ نمیدونم. گوشه بچه ها اذیت میشه. آره بچه ها اذیت میشن. درک بذار اذیتشن. گوشاتونو بگیرین. خاک عالم تو از کجا میدونی تو کفه چیزه در رفیق نوبیلته؟ رایزلی هم گفت: اینجا اونقدر هم از تمدن روی خشکی دور نیست. در حال خبرها میچرخه. در همین حد میدونم که از دوستای قاضی القضات هستین. اما خب حتی دوستی با خود شخص عدالت هم نمیتونه مانع معجزات شدنتون بشه. اون آقاهه که داشت قبل از رایزلی با ما سیستم زندان رو توضیح میداد با دیدن ریزلی اومد دستبوس دوک و رایزلی پرسید: این آقا مسئول راهنماییتون بوده؟ از خدماتش راضی بودید؟ یاد نظرسنجی اپراتورها افتادم. چی میگفتن؟ برای ثبت نظر خود عدد بوق را وارد کنید. ما هم امتیاز دو صدا رو داریم که خدماتت به درد عمت میخورد. رایزلی هم گفت: پس ترفیعت کنکله. اینم اینطوری بود که ترولر دستم به المنتات. من نمیدونستم اینقدر مهم باشه که دوک شخصا احوالتو بپرسه. خاک تو سرم که دیگه نباید بقیه رو از رو ظاهر قضاوت کنم. آره دیگه همینی که هست. رایزلی هم گفت: اب نداره، حالا فشار نخور، بیا برو اونور خودم یکم اینجا رو به دور دور بزنم باهاش، دفعه بعدی بهتر عمل کن، شاید آدمت کردم. جونز چه جوان مردانه، خوشم اومد. الله العظیم یارگی، الله یارگی. بود دوستشتی؟ آره خالی بودی نایمون داری یاد میگی؟ نه نه تو برش هم شلاق در میاره همه اونو کبود کنه خیلی آقای پایمون در گوشی به همون گفت: عجبا تو شخصا میخواد به همون تور زندان بده. سلستیا میدونه تو سرش چی میگذره، من که نمیفهمم نقشش چیه. خلاصه که گرگ جوونمون قیافش وحشی میزد ولی مؤدب و باوقار بود، عین یه دوک. رایزلی درشت و داره یه شخصیت خیلی برجسته ما. نمیذارم بخونی ویکی. ریز علی رایزلی ریز علی ریزلی درشت آخه. نمیخوام یا ریزلی میخونی یا قطع میکنم میرم خودت بقیهش رو رکورد کن. خیلی پررو شدی احساس میکنم. این داره به من زور میگه. همینی که هست میزنم تو کلت. بخون وقت نداریم. اه رایزلی درشت. بابا ریز علی اصلا خودم میخونم. ریز علی درشت و دارای شخصیت خیلی برجسته ما بردمون اطراف و نشونمون بده. قضیه کافتریا اینطوری که هر روز یک وعده رایگان به همه داده میشه، اما برای داشتن وعده در روز باید کوپن پرداخت کرد. من سر آرلکینو سیمپ بازی در آوردم. داری این کار رو میکنی؟ درست باش بخون دیگه. قبلا سر آرلکینو سیمپ بازی در آوردی. گویا در گذشته اصلا اینطور نبوده و اگر کسی کاری نمیکرده و کوپن نداشته هیچ وعده‌ای در روز نصیبش نمیشده. و این سیستم جدید که به همه اجازه میده مواد مورد نیاز بدنشون رو تامین کنن از صدقه سر دوک بزرگه. ایستگاه بعدی رینگ مبارزه بود. در صورتی که زندانیا انرژی زیادی داشتن و نیاز بود تخلیهش کنن میان اینجا مبارزه میکنن و برنده کوپن دریافت میکنه. از این طریق هم انرژیشون تخلیه میشه هم جیبشون پر. تازه دعوای بی خود هم توی فورترس راه نمیافته بین زندانیا و در نتیجه باعث امنیت بیشتر میشه. پرسیدیم اینو رایزلی ساخته ولی گفت که نه و فقط به یه سازمان اجازه داد تا اینجا رو برپا کنن و بابتش درصد بدن به رایزلی که خب مشخص شد با استفاده از اونه که میتونن بعدی رایگان به همه بدن. آره بیا زندگی منو مدیریت کن جان جدت. ببین همه به یه انتیجه نیاز دارن که زندگیشونو مدیریت کنن. نیوشو گفته من اگه همچین فکر اقتصادی داشتم الان اون عموی پولدار خانوادهمون بودم که در نهایت بان همه رو بالا می‌کشم. آها خب هین این ورون ور رفتن دیدیم که زندانیا با دیدن رایزلی رنگ عوض می‌کردن و با ترس و احترام زیادی باهاش برخورد می‌کردن. به همون محدوده خوابگاه و کارگاه نشون داد و گفت بهترین و راحتترین راه برای کسب کوپن کار توی کارگاهه ولی اجباری نیست. پایمون پرسید تو مگه رئیس اینجا نیستی؟ واقعا داری تو رو میگه میشه از زیر کار در بریم؟ رایزلی جان بد بوی بودش وقتی بد بوی بودن مد نبود.
توی این سری آرتای جدید هایوفر واقعا خیلی باید به بدبوی میده، ولی اصلا بخون بذار یه ذر فنگلی کنم برای این بچه، حیفه. بکن. خب میگه چیکار کنم؟ کردم. خب کاری دستم برمیاد نوید. کاری دستم برمیاد نوید، جون جدت بزن خراب کن ادیتور رو سر این ستا. الهی الهی، انقدر بیچاره شدی دست به دامن نوید شدی. آخه نوید یه دقیقه اجازه بده نا کن، تو نمیدونی نوید من حقوق میگیره. نوید کلیت حالا ببین چی کار کنه. الان همین کافی بود، الان تمومت میکنه تو همین سکانس. تنها چیزی که داری از نوید همین حقوقیه که بهش میدی، بگرنه طرف ماست. صادقانه بدون شماره کارتت مجزم. لیویک تنکای فکما میزوشی همین که فورترس تونسته تا به اینجا یک محدوده مستقل خود مختار بمونه، خودش سند بر اینه که خیلی از زندانی حاضرن صادقانه با تلاش و کوشش درآمد کسب کنن. همه ماشینه مکانیکی که در سطح فاونتین میبینین اینجا تولید میشه. اینا تولیدی رو زدن اینجا ناکم، تولیدی ماشینا اینجاست. دیگه وارد جزئیات روند کار نشد و گفت خودتون فرضی که رفتین حمالی میفهمین روش کار چطوره. ما هم گفتیم چشم قربان. ایشون هم انگار زیادی از جوابمون خوشش اومد، یه لبخند مکش مرگ ما داد. همونطور که داشتیم دنبال دوک عزیز میرفتیم چشمون به لینی دلغک خورد. لینی که حسابی جا خورده بود، یه شش ابرو اومد که یعنی ما همو نمیشناسیم. خب باشه، حالا غریبه اصلا. لینی رو به رایزلی کبیر با استرس و تتپته گفت اوه اعلی حضرت، انتظار نداشتم اینجا ببینمتون. فکر کردم از شدت خستگی کار توهم زدم. بهتره فقط تمرکزت روی کار باشه و به موقع انجامشون بدی. شما چرا عجیب شدین؟ نه بابا، فقط از فکر این که فردا باید دهنمون تو کار سرویس بشین نگرانیم. اصلا هم لیلی رو نمیشناسیم، جون عممون. رفتیم بهداری همون درمانگاه و یه ملوزین انسان نمای خیلی 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 کیوت و گوگولی و اکرپکر رو دیدیم به اسم سیجوین. آره یه کاراکتر کاملا یوزلس توی گیم، شاید بلا آره سیمپا الان میان فوش هم میدن. سیجوین برگشت گفتش چی؟ میگه سیجوین سیمپ هم داریم که بیاد فوشت. اجازه بده نیام تو اکانت چی دیدم دیگه. من سیمپ نیستم، من عکاسی میخواستم. سیجوین با وپن گرفتی بعد الان داری میگی مگه سیجوین سیمپ هم داره؟ اوه اما حضرت، این موقع از روز توی بهتری چیکار میکنید؟ ای داده بیداد، نکنه آسیب دیدید؟ متاسفانه آسیبی ندیدم که بتونی بهش رسیدگی کنی. اوه پس به خاطر اون دوتا اینجا این؟ سیجوین مدت زیادی که توی فورترس مونده و میشه گفت از زمانی که رایزلی نوجوان بوده ازش مراقبت کرد و اجرای حق مادری به گردن رایزلی با همین قد و قوارش. انقدر سافت شدم که میشه به عنوان مارشمالوی انسانی به ثبت برسونینم. کی سافت شده که میشه به عنوان مارشمالوی انسانی به ثبت برسونیمش؟ نمیدونم. گلچهره نیوشا بچه ها دیگه اعلان هویت. من نمیدونم اصلا، بریم مارشمالو شین به من چه. رایزلی معرفیش کرد، این سیجوینه سرپرستار فورترس. سلام. بهم میگن سرپرستار ولی در واقع تمام کارهای بهتری رو خودم تنهایی انجام میدم. از اونجایی که سرت با مریض و اینا شلوغ نیست میای بریم دور هم شام بخوریم؟ اوه پس حتما زندانیایی خیلی مهمی هن. حتما منم میام واسه یه جشن خوش آمدگویی. ممنون، قدم رنجه میکنی، حضورت مایه مسرت خواهد بود. آقا این حالا چیز نیوشا اضافه کرده، میگه که در واقع برگشته گفته که این کلمه ای گفته به معنی نکته اوج و بهترین بخش یک اجراست. آره خود چیه تو میتونی بخونش؟ بخون نه بخون دیگه به خدا، انگار فرانسوی قیافه این. خب همون دیگه، برای همین منم نخونم. همین یه کلمه اوی گفته که واقعا اصطلاح مؤدبانه و جذابیه. ریز علی خیلی خوبه. ار این آره داره ار میزنه. مو که خوشم اویت. خب خوشم بالاخره ار زدی. نوید نوید ار رو کات کن. نوید ار
خب اصل کاریا رو پوشش دادیم، فکر نمی کنم چیزی از قلم افتاده باشه، هرچی لازم شد رو بپرسید دیگه. حالا نمیدونی که هست، ما هم دیدیم عزیز سنگ تموم گذاشتن سوالی نمونده بود که بپرسیم، رفتیم کافتریا غذاهای رنگی و خوب بهمون دادن. پایمان گفت مبلت یه جوری تعریف کرده که فکر کردم زندگی اینجا چقدر ترسناک و قرار قضای بیمارستان به خورده اومدم، ولی اینکه خیلی خوبه، خوشبال زندانی هر روز از غذاهای خوب بخورن. وای رایزلی هم گفت به این خوبی هم نیست که فکر میکنی، غذاهای اینجا شانسیه، امروز چون تازه رسیدین از سرآشپز خواستم بهتون سخت نگیر و غذای خوب بهتون بده، فردا کوفت میدیم بخورین از زیتلم. اوه از پیش موسی و موبیلت میایم؟ خیلی دلم میخواد بدونم در چه حاله؟ سرش شلوغه؟ به خودش میرسه؟ سر حاله؟ سرش که بزه چی شلوغه؟ ولی حالش که خوب بود تا اونجایی که ما ولش کردی اومدی، به نظرم سالم و سرحال میومد. حالا که اینقدر دلتنگ و نگرانشی، دفعه بعد که قرار شد برم به دیدنش تورم میبرم. پایمانم پرسید مگه فورترس حسابش از سیستم قضایی فانتین جدا نیست، پس چرا با نوبلت قرار ملاقات داره؟ نیوشا گفته چون با هم ازدواج کردن. پایمان در روابط مردم دخالت نکنه ایزا. رایزلی برمیگرده ادامه میده، میگه که ما یه سری کالاهای مکانیکی باید تحویل بدیم و از طرفی هم باید مواد غذایی این چیزها رو بگیریم دیگه، پس نیاز مدام در ارتباط باشیم. به علاوه شخصیت پاک و قانون مداری که داره و میشه در مورد هر چیزی باهاش صحبت کرد، من امروز با توجه به اینکه دوستش هستید شما رو مهمون حساب میکنم، ولی از فردا دیگه اینطور نیست و باهاتون مثل بقیه رفتار میکنم، مثل سگ. خب انگاری که رایزلی شستش خبردار شده که ما با قصد و غرض اینجاییم و انگاری میخواست بهمون هشدار بده که اگه دست از پا خطا کنیم پارتی بازی اونه نمی کنه برامون. اون وسط هم فهمیدیم لینی برامون یه نوت گذاشته تو خوابگاهمون، توش نوشته شده بود که فردا توی کارگاه میبینمت. فردا اومدن بالا سرمون به آفتاب لگن زدن، بیدارمون کردن که اوی پاشو برو سر کار. ما هم رفتیم تا یه وقت کسی بهمون مشکوک نشه. آقا رفتیم کارگاه، یک انسان یوبس و سگ‌عصب اومد توضیح داد برامون چیکار کنیم و سر پایمون داد کشید. خلاصه دهنمون با این ماشین بدقلقشون واسه 4 تا کوپن حلال سرویس شد. رفتیم دنبال لینی گشتیم که ببینیم حرف حسابش چیه، چرا اینجاست، پیداش کردیم و گفت بیاین بریم یه گوشه. ما هم اینطور بودیم که استغفر السلستیا، بیا برو عمو، من به حرم سرام خیانت نمی‌کنم که دیدیم لینتم اونجاست. نه تنها لینت، بلکه فرمینت هم اومده با خوشون. آقا اینا خیلی خوبن، اومدن شعبد خیابونی بپا کردن و یه جمعیت زیادی رو دور خودشون جمع کردن و چندتاشون رو به عنوان داوطلب بردن جلو چشم همه، کیف پولاشون رو غیب کردن و الان به جرم دزدی افتادن زندان. ولی قشنگیش اینه که کیفای گم شده مردم توی کشوی سمت چپ توی کمد شواهد مزون گاردیناژن. اینا هم تا وقتی کیفا پیدا نشن باید اینجا بمونن. به طور خلاصه کیفا دست پلیسه، ولی پلیس خبر نداره و داره خیابونا رو جارو میزنه دنبال سرنخ. ایسکا کردن پلیسو. ما هم به شنگول و منگول و حبه انگور گفتیم اینکه چطور خودتون رو تو این مخمصه انداختین مهم نیست، اینکه چرا این کارو کردین چیزیه که باید دربارش حرف زد. لینی ابراز پشیمونی کرد و گفت از اینکه دفعه قبل کاملا باهاتون رو راست نبودم معذرت میخوام، در واقع دلیل اینکه اینجاییم خیلی از دلیل خودتون دور نیست. پدر به همون مأموریت داده تا بیایم و درباره چایل تحقیق کنیم، ولی قضیه فقط اون نیست. متوجه شدیم که یک راز خیلی بزرگ توی فورترس هست و یک شایعه هست که میگه خود فورترس اصلاً بنا شده تا از اون محافظت کنه. هاوس آف ده هارت مدتی که روی موضوع تحقیق میکرده، اما همه رابطه ها و نفوذی هامون یهو غیب شدن و اومدیم شخصاً بررسی کنیم. از لینی پرسیدیم که چرا هاوس آف ده هارت اینقدر براش اهمیت داره این موضوع. لینی گفتش که پدر کشف کرده که نوتیس هایدرو دست فوسلور نیست. پایمانم یهو برگشت گفت این یکی دیگه خیلی سخته، از کجا کشف کرده این موضوع مهم رو؟ پدر روش های خودشو داره، خیلی هاشون خارج از تصورن. ما تا به حال شانس اینو نداشتیم تا این کار ببینیمش، ولی اطلاعاتش کاملا قابل اتکان. بله اینجا گلچهران همشه با روشات بزن فرق سرم تموم شم. ای پدر والا مقام کمک. خب لینی برمیگرده میگه که همین باعث شد که شک کنیم ممکنه نوسیس توی فورترس باشه و تصمیم گرفتیم بیایم سر و گوش یاب بدیم. لینی هم گفت خب حالا که ماجرا رو گفتیم شما چرا اینجایین؟ موسی نوبلت فرستادتتون؟ پایمن گفت آفرین، لیو نمیکشید بیرون، نوبلت هم ما رو فرستاد بیایم ببینیم وضعیت اون کله نارنجی رو بررسی کنیم. آره پایمن بعد اینکه کل اسرار زندگیمون رو ریخ روی آب برگشت پرسید میگن ترابلون اجازه داشتیم بهشون بگیم اصلا؟
خفش مادر. لینی هم برمیگرده میگه پدر با وسط کشیدن موقعیت آقای چالت فقط میخواد روتون فشار ایجاد کنه، نمیخواد نگرانش باشید. پدر داره این وضع رو بهانه میکنه تا بتونه واسه یه موقعیت دیگه امتیاز بخره، در واقع داره چونه زنی میکنه براتون. گاهی لازمه یه کارایو انجام بدی که به طور نرمال انجام نمیدی. اینجاست که هاربنجر بودن کار خودشو میکنه. البته همینطور سرسری هم نیست. اگه بتونیم راجع به وضعیت آقای چالت هم چیزی بفهمیم، اون وقت روابط دیپلماتیک فانتین و استجنایا هم میتونه بهتر بشه. شاید حتی به میانه روتر شدن ساریتسای استجنایا هم کمک کنه. بیچاره چالت، فکر کنه فقط خودمونیم که نگرانشیم. ها این فوتویی هم که به هم رحم نمیکنن، روابطشون شخماتیکه. لینی پیشنهاد داد از اونجایی که هدفمون با هم یکیه، توی کمک به جلوگیری از پیشگویی فانتین با هم همکاری کنیم. تراولر هم نه گذاشت و نه برداشت، گفت برو گم شو بابا. لینی از آخرین باری که اوزا توی دادگاه اونطور پیش رفت هی در تلاش بوده تا روابطمون رو بهتر کنه. یا اینطور بگم، واقعا دوست داریم که باهات همکاری کنیم تراولر. اینی که بلاش کرده کاملا خجالت زده میگه لینت، حالا لازم نیست خاطرات آبیاری گلهای قالی رو هم تعریف کنی قربونت برم. من ما هم که با دیدن خجالت لینی قلبمون نرم شد، گفتیم باهاشون تبادل اطلاعات میکنیم، ولی اگه اوضاع جدی شد شاید نظرمون عوض شه. لینی خوشحال شد و اومد اطلاعاتی که تا اینجا فهمیدن و با همون به اشتراک گذاشت. فورترس یک محدوده ممنوعه داره، کسی راجع بهش دهن باز نمی کنه، ولی با پرسیدن سوال فرعی از نگهبانا تونستیم مطمئن بشیم که موضوع حقیقت داره. بهتره حین تحقیقاتتون مراقب این قضیه باشید. خب احتمالش هست که چایلد اونجا غیبش زده باشه، پس بهتره حواسمون به این موضوع باشه. دیگه اطلاعاتمون رو رد و بدل کردیم، سرخ و سفید شدن لینی رو هم نمردیم و دیدیم. آقا رفتیم غذامون رو خوردیم، یهو ویداک نامی اومد گفتش که شما تازه واردا نباید الکی همینطوری برای خودتون ول بچرخید، اینجا اونقدر هم به نظر میاد امن و امان نیست و یه سری قانون هستن که اگه بشکنینشون یه اتفاق خیلی بدی میفته، در حدی که مردن هم در مقابلش مثل بچه بازی میمونه. اومدیم احتمال دادیم شاید گم شدن چالت ربطی به این قوانین داشته باشه، ازش خواستیم تا از این قوانین رو بهمون بگه که یه وقت ندونسته انجامشون ندیم الکی، مثلا چون ما هرچی ندونیم انجام میدیم. ولی مردک دید تا تنور داغه گفت نمیدم و همچین عین کیوان زورگیره توی شبهای برای پول وعده پول زیر وعده. گفتیم داخل نامسلم، ما روز اولمون کوپن کم داریم لامصب، بذار فردا برات یه چوس کوپن میارم بزنم تو سرت. اینا گفت خب هر وقت پولت رسید بیا بهت بگم، بذارید دول بلید بکنم تو چیز کود هیچی کمرش. آره خلاصه قرار شد کار کنیم بریم بریزم تو حلقه این فیوز پریده. رفتیم خوابیدیم که صبح پاشیم بریم بیگاری بکشیم بدیم ویدیک خان مفخوری کنه، که خوابمون شد این کاتسین. شروع کاتسین. خب گویا چون ویژن چال دستمونه انگار ذهنامون هم با همدیگه رفتن تو مخلوط کن و میتونن خاطراتشو ببینن. روز بعد داشتیم با شعار کار کار تا پیروزی حمالی میکردیم تا مرز خسته شدن داشتیم میرفتیم. یه بابای ریشوی به اسم روان اومد گفت دادا تو تازه پات رسیده اینجا، داری واسه کی خودتو به چاک میدی؟ ما هم گفتیم والا درباره قوانین مخفی شنیدیم، مثلا حالم بده، بذار تو حال خودم باشم، میخوام از وسط تاشم. آره اینم دید
بلدیم. گفت خب داداش تو همین فرمون بری که به 3 روز نکشی از جامد به گاز تبدیل میشی. 15 سال اینجوری اینجا کار نکردم. پرسیدیم چی تو مگه؟ اینم گفتش که بعد از سخت کار کردن از صبح تا شب به مدت 3 روز، روز سوم سر نهاری اتفاق بدی پیش میاد. شیر فرهاد درانمون زد بیرون که آه ای که تو وگویی یعنی چه؟ اینم گفت جزئیاتشو نمیدونم، اما یه بابای هر روز از وقتی بیدار میشد تا وقتی که میخوابید عین مرد که نه عین گاو نر کار میکرد. روز سوم سر نهار منقرض شد. چیزه یعنی قیف شد. خلاصه که مراقب قصتهای تحتانی خود باشید. ترابلر هم زیگمای پرومکس رو زد به برق که باشه من میزنمش تستش میکنم. آقا ما 3 روز بلا نسبت همه عین چی رو اون دستگاه بالا پایین کردیم. تا روز سوم در غذامون رو باز کردیم و ای برادر واتس دت برادر، این چیه؟ زهر سوسکیه، گوشته یا بال خر پروانه؟ از آشا پرسیدیم این گوشته الان مثلا پچه را این ریختیه؟ اونا گفت خیلی هم خوبه من کار دارم بای. آقا کمتر هرس خوردیم پا شدیم رفتیم یکم بگردیم سر نخ رم کنیم. در بهداری به همون داداش ریشوه خوردیم. گفت حین کار آسیب دیده و اینطوری بودیم که داداش اون نگهبان سگ اخلاقه به تو میگه رئیس این شلستی ها از تو بعیده، مگه نگفتی 15 سال دست تو دستگاز؟ طرفم گفت اینم از بخت مایه، اومدم بهداری ولی سیجوین نیستش. سیجوین همیشه سخت مشغول به کاره ولی به طرز مشکوکی نیم ساعت مونده به تایم نهار غیب میشه. رفت خودش یه فکری به حال دست رگ به رگ شدش بکنه. لینت رو دیدیم که تنهای گوشه داشت وقتش رو به بتالت میگذروند. ما رو که دید نگران شد نکنه واسه 4 تا کوپن انقدر کار کنیم که به خاک بریم. به همون کوپن داد و گفت ما بیشتر از شما اینجا بودیم. کوپن کم نیست ولی آدمایی که حرف زدن باهاشون جالب باشه کمن. رفتیم بهتری یه دفترچه دیدیم که گویا توش در مورد ملوزین ها اطلاعات بود. توش اینطور نوشته شده بود دیدگاه ملوزین ها به جهان پیرامون با انسان ها بسیار متفاوت است. این تفاوت ها گاهی می توانند به طور فاحش جلوه کنند. بدین ترتیب برداشت ملوزین ها از ظاهر خوب و یا زیبایی بسیار متفاوت است و در زمان هدیه دادن باید به این موضوع توجه زیادی کرد. آقا ما همین جوری داشتیم برای خودمون فضولی میکردیم که توی کارگاه به سیجوین برخوردیم. سیجوین! مگر الان نباید که بهتری بشی؟ سلام پایمان، سلام تراوله. این موقع روز همه سرشون شلوغه. گفتم بیام از نمای سخت گوشی بقیه لذت ببرم. ها؟ از چی لذت ببری؟ واقعا ارزش تماشا کردن رو داره. اکثر اوقات میام اینجا به سیاحت کردن. آدم ها واقعا گوگلی و جالبن. دوست دارم وقتی مشغول کارن نگاهشون کنم. نوید یه دونه پیش رو روی اون کارگرای اون پایین اسپم کن لطفا همشونو. الان اینی که میگی درباره آدمی یا حیوان خونه نکنی بجاز پرستاری دام پزشکی میکنی. میفهمم منظورت چیه ولی اشتباه متوجه شدی. ما ملوزین های گونه متفاوتیم و برداشتمون از پدیده ها به آدم ها متفاوته. برای همین راحته که با نگاه کردن به بقیه بفهمم که تحت فشارن یا حالشون بده یا هرچی. من عاشق اینم که به هر کسی که این بر یا اون بر کمک نیازشته باشه کمک کنم. اما آرزوی قلبیم اینه که اصلا کسی به کل دچار مریضی و خستگی نشه. از بدنتون مراقبت کنید، خوب غذا بخورید، هر وقت خسته میشید برید استراحت کنید و خیلی به خودتون فشار نیارید. به حرف سیدوین گوش دادیم و رفتیم شولکس کردیم. یا روز بعد به جای سخت کار کردن زدیم رو دور یواش و بعد رفتیم فایت کلاب ولی براد پیتشون فیک بود. گفت بلک لیست شدیم و کسی حاضر نیست با همون مبارزه کنه ولی یه چالش بهمون میده که با انجامش هم سرگرم میشیم هم کوپن میبریم. اما اگه ببازیم کوپن ازمون کم میشه. این یارو هی داشت حرف میزد یهو زبونش در رفت و بهمون گفت توی شرط بستن سر مبارزه ها باید محتاط باشیم و همزمان روی دوتا مبارزه شرط نبندیم. پرسیدیم این هم یکی از اون قانون های مخفیه؟ در پیت جان گفت اگه روی هر دوتا مبارزه شرط ببندی و سپورتشون کنی صبح روز بعدیش یه اتفاق ناجور میفته. ما هم با کله پریدیم روی موقعیت و روی دوتا مبارزه که حریف هم بودن شرط بستیم.
صبح روز بعد از مبارزه یه نگهبان اومد، گفت دفعه بعد چیزی سفارش دادین خودتون برین بسته خودتون رو بگیرین، من که علافتون نیستم. و بسته رو گذاشت روی میز و رفت. ما که چیزی سفارش نداده بودیم، پس فقط میتونه به خاطر شکستن قانون باشه. هشدار، صدا رو کم کنید بچه ها، برای گوشای خودتون میگم. ار نه ترابل بازش نکن، به خاکمون نده، حتی اقل روز اول برم قایمشم خود تنهای به ترکی. ترابلر هم به جهات جغرافیاییش حواله کرد جیغاش رو که کاش ما هم میتونستیم یه همچین کاری بکنیم و جعبه رو گوشود. توش یه بطری پر از مایه قرمز رنگ بود، شبیه خون. قرار شد تا نفهمیدیم این مایه چیه در بطری رو باز نکنیم و قرار بر این شد که امروز کار نکنیم و بریم علکی بچرخیم برای خودمون. به یه نفر برخوردیم که گفت بازاریابه برای فانتا واسه تبلیغ محصولاتشون اینجاست، ولی دوک بهش گفته محصولاتش به درد عمش میخورن و اجازه کارش رو نداد. و ریزالی گفته بهش ببین دلغکیاب، چیزه بازاریاب جان، تو نمیدونی ارزش کوپونا برای ساکن فورترس چقدره، که خب طبیعی از دنیای بالا میای، اینجا کسی حاضر نیست واسه نوشیدنیاتون کوپن خرج کنه. رفتیم پیش در پیت جان و براش توضیح دادیم که چه کردیم. اونم داستان ارواح چید و گفت مطمئنید روی هر دوتا شرط بستید؟ روح تسخیرتون نکرده؟ سالمین؟ مطمئنی خوبت اینجایی؟ مطمئن من الان واقعا آدمی؟ ما هم گفتیم اوکی بابا، این داستان مزرعتون فقط باعث شد کوپن مفت ریختین تو جیبمون، دستتون در نکنه. در پیت بهش برخورد که بابا ما خودمون اینجا داریم جر میخوریم، درآمد ما شرط بندی انقدر کمه، اگه به خاطر ساپورت مالی فانتا نبود 100 سال نمیتونستیم تورنمنت برگزار کنیم. گویا فانتا برای تبلیغ و نوشیدنیش توی فورترس به اینا پیشنهاد همکاری داده. رفتم پی بدبختی تراشیدن برای خودمون که به کاغذ مغازه کمپانی فانتا خوردیم که محصول جدیدشون رو به طور آزمایشی توی بطری‌های بدون لیبل معرفی کردن، پخش می‌کنن تا مردم تستشون کنن. خیلی تابلو بازی دارن در میارن ها. رفتیم سراغ اون یارو کیوون زورگیره که دفعه اول راجع به چیز قوانین مخفی بهمون گفته بود و کوپن‌های ازمون رو دادیم بهش و گفتیم بنال تا نظرمت. اینا بالاخره واداد که برگامون رو ریزوند. چی گفته حالا بهمون؟ گفته که توی محدوده ای کلوله ها هستن، شبای صداهایی میاد، بهتره که حتی اگه تونستین نگهبانه رو هم دور بزنین اونجا نرین، چون میگن آدم خره اونجان و احتمالا اشخاص غیب شده هم زیر همون نباشن. از اونجایی که نمیتونن به طور کامل از بقایای اشخاصی که کشته شدن خلاص بشن، اونا رو به شکلهای متفاوت در میارن. پایمان ذهنش رفت سراغ غذای عجیبی که گرفته بودیم و بطری که حامل مایه شبیه خون بود. خوب یکم داره غذای بودار میشه. قرار شد این یکی رو هم ببریم آباد کنیم، چون حتی اگرم آدم خار باشه اونجا ما دولبلید داریم. چی فکر کرد آدم خار میخواد ما رو بزنه؟ آقا رفتیم بیشتر پرسجو کنیم و همه جوری با همون رفتار میکنه که انگار جزام داریم و نادیده گرفتنمون. رفتیم سراغ نگهبان خوابگامون فیلدینگ، آره اسمش فیلدینگ، ازش پرسیدیم شب چیز عجیبی اتفاق نیفتاده؟ فیلدینگ برمیگرده میگه هر اتفاقی توی شب میفته به شما مربوط نیست، شما فقط میخوابی تا صبح، صبح پا بشین میری مثل سگ کار میکنه. ما هم گفتیم ولی آقا شبا صدای عجیبی میاد و خوابمون نمیبره چون گوشامون حساسه میدونی. فیلدینگ گفت این طوریاست، من که هر شب شیفت نیستم، ولی الان که حرفشو پیش کشیدی یادم افتاد که همکارام درباره همچین چیزی صحبت میکردن، میگفت یه روزایی که لوله ها رو تمیز میکنن اتفاقات عجیبی میفته و خیلی هم به زور و موقع پست کشی رو قبول میکنیم. پرسیدیم قضیهش چیه و فیلدینگ گفت سه روز لوله ها تخلیه و تمیز کاری میشن، اگه امشب صدای شنیدی میتونی گزارش بدی. موقع رفتنم گفت کار احمقانه نکنیم، چون حتی اگه اون شیفت نداشته باشه که ببینه بقیه که نگهبانا اصلا کول چی نیستن. رفتیم خوابگاه تا کپه مرگمون رو بذاریم، نقشه بچینیم برای رفتن به محدود لوله ها که تراولر بینایش تار شد و رفت دوباره ویژن تارتاگلیا خاطراتشو نشونمون داد و یه کاتسین دو ثانیه دیگه ای هم شروع کرد. Thank you.
پایمان درباره خوابمون گفتیم و فهمیدیم احتمالاً چایلد از طریق لوله‌ها در رفته و قرار شد قایمکی بریم اونجا. نگهبانا رو دور زدیم و رفتیم به محدوده لوله‌ها که مثل جزامیا بامون برخورد می‌کردن. تهدیدمون کردن که اگه نمی‌خوایم بخواید بریم بهتر همین الان دور بزنیم و همون راهی که اومدیم و برگردیم. ما هم فهمیده بودیم که شایعه‌های آدمخواری و اینا زیر سر ایناست. جمله‌های چایل توی خوابمون رو براشون تکرار کردیم که برگاشون ریخت و گفتن رئیسشون رو می‌شناسیم. نیوشا هم اینجا اضافه کرده که چایل تو چی بودی؟ کی بودی؟ سر تا سر تیبت تو نوچه داری چایل. نمیتونم بخونم، ولش کن. نذارین. نذارین و نوید. ما هم گفتیم بله که میشناسیم، یه هاربنجر از فوتویی و اهل اسنرژنایا است و گویا چایل بهشون نگفته بوده که کیه. اینا هم برگاشون از کمالات چایل ریخته بود. توضیح دادیم که از دوستای چایلدیم و اومدیم دنبالش، اما اون کلمات آخرین چیزی بودن که این صفحه از چایل شنیده بودن و اگه ما میدونیمشون پس یعنی خودش بهمون گفته و سری وادادن. قضیه از این قراره که چایلد اونجا سخت کار میکرد و به خاطر قدرتش توی رینگ مبارزه احترام زیادی کسب کرده بود، اما اصرار داشت که باید از اینجا بره چون اون داره صداش میزنه. بچه من بودم چایلد رو صدا میزنم. داشتم اینا برگ سر خونه زندگی بچه هامو دلتنگش شدن. نیوشا گفت، البته من نگفتم. اینا هم کمکش کردن تا بتونه فرار کنه و شایعاتو درباره قوانین مخفی آدمخوارا پخش کردن تا کسی از چیزی بوی نبره. بقیه هم از ترس این محدوده رو خالی کردن. ولی اگه چایلد فرار کرده، اینا چرا هنوز میان اینجا نگهبانی؟ خب لوله‌ای که چایلد ازش رفته اصلا راه خروجی نیست و یه بمبسته که تهش میرسه به یه کارخونه رها شده که حتی اگرم بتونه از اونجا در بره، بازم فرسنگ‌ها زیر آبن و غیر ممکنه کسی زنده به سطح آب برسه. ولی خلاصه که زیادی امید داشتن که چایل در رفته. بردنمون ورودی لوله‌ای که چایل ازش رفته رو نشونمون دادن، پر از آب بود، اما زمانی که چایل ازش رفته بود خالی بود. ما هم گفتیم که ما یه قواس خفن میشناسیم و قرار شد بریم از فرمینه کیوت و گوگولیمون کمک بگیریم. اینم از آرکان کوست این پارت. نامرد و سر کلیفنگر ول کردن ما رو. الان تو خماری باید موند تا ادامه داستان. نه مشکل دشواری داره با این قضیه. ما که فردا باید دوباره بیایم رکورد کنیم. پس دوباره میپرسم، دشواری داره با این قضیه؟ نه، میگم که ما فردا قراره بیایم دوباره ریکورد کنیم. پس یه بار دیگه بذار بپرسم، آیا دشواری داره با این قضیه که فردا قراره بیایم ریکورد کنیم؟ نه، کی گفته؟ خب آقا، این که الان خوندیم شنبه که میرسه دست بچه ها از طرفی انشالله. نه قطعا میرسه. از طرفی فردا هم رکورد میکنیم، بعدیمون آماده است و تون تون دیگه همجور میزنیم، اوکی میکنیم، پرونده آرکان کوست رو ببندیم بره. ولی داستان خیلی داره جالب میشه. اما این داستان زندان تا اونجایی که من یادم بود، ما مثلا سگ تو زندان بودیم. من یادمه که قشنگ یه روز 4 ساعت طول کشید من اینجا زندان بازی کردم. هی میرفتم کار میکردم. آره واسه من خیلی زود تموم شد. من خیلی آدم کاری بودم، میدونی؟ دائم میرفتم یه کوپن جمع میکردم. واسه همین هر سری میگفتی این سگ کار کنی، چون این سگ کار میکردم. خودم سگ کار کردم آخه. دقیقا. نه من چیل کرده بودم. خب اوکی، آرکان کوست جالبی بود، ولی حالا داستانه بعدیش بالتره. یعنی اصل کار اونجاست، میدونی؟ کوتاه. ببین هنوز به اصل کار نرسیدیم، هنوزم به اصل کار نرسیدیم. این کوتاه بود. آره تو بعدی من عادت ندارم آرکان کوئستا 2 ساعت نشن، میدونی؟ من انتظار داشتم اینم 2 ساعت بشه. اتفاقا من توقع داشتم همینقدر بشه. من الان باید برم جای کار دارم. ولم کن آقا. بچه خیلی خوش گذشت، خدا حافظ. بای. مطمئنی باید الان بری جایی؟ آره 4 کار دارم. خب حالا بیا سری ویکیت بای بای تو بکنه، چون خیلی داری اصرار میکنی من برم. نریم اون برو، نمیخوام ریخته تو ببینم. خب بچه ویکی بای بای نمیکنه. بچه امیدوارم که از این ویدیو بی نهایت لذت برده باشین، کلی خوش گذشته باشه بهتون. حتما ویدیو رو لایک کنید. چی؟ میگم لال شد. هیچ تو ادامه حرفتو بزن، من تیکه میندازم. آها. حتما ویدیو رو لایک کنید، چنل ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله نوتیفیکیشن یادتون نره بزنید و نظرات انتقادات پیشنهادات خودتون رو هم توی کامنت ها حتما برای ما بنویسید.
بگید که از این پایمون راضی هستید یا نه. ببین یکی باید بیاد بگه از صداهای تو راضی هستن یا نه. پایمانو همه دوست دارن، دوست نشه صداشون در نمیومد پایمانه. خب از صدای من راضی هستن یا نه؟ بابا من چی کار کنم؟ بابا درست خداحافظی کن دیگه. آم باشه. خب بگید از صدای آرلکینو راضی بودید یا نه، یا یه دوبلور براش بیاریم، چون واقعا دوبلور براش بیاریم. آره چون از نظر خودم از پسش بر نمیام، زیاد جالب نشده، ازش راضی نبودم. بعد دوبلور براش بیاریم، خودش گفت، خودش هم پولش رو میده، بده بیارن، بیار دوبلور بیار براش بوده. میخندی؟ کوفت. آره. خب آخه خب دوستان، بازم رسیم به آخر یک ویدیوی دیگه و مثل همیشه دیگه حرف خاصی باقی نمیمونه و تا درود دیگه همه شما رو بارکان‌های بزرگ میسپارم. بدرود.